سلام و درود به سرویس خبری این ساعت و شبکه جهانی هزار آورد با من بلقیس بهار خوش آمدید. سرخط اخبار: یک شرکت داروسازی در هلمند به ارزش 30 میلیون افغانی به بهره برداری رسید. لابیگری ملاله یوسفزایی بر آموزش دختران افغانستان، این بار با رئیس جمهوری مکزیکو. جبهه مقاومت و آزادی مدعی کشتن چند عضو استخبارات طالبان در کابل و فاریاب شد. یک دختر 20 ساله در شهر کابل خودکشی کرد. پذیرایی گرم طالبان از همسر محمد علی کلی در کابل. و خبر اخیر این که تی تی بی 10 سرباز پاکستانی در خیبر پختونخوا کشته است. مشروع اخبار: منابع محلی در هلمند میگویند که یک شرکت داروسازی انسانی به ارزش 30 میلیون افغانی در مرکز این ولایت ساخته شده است. منابع روز چهارشنبه 4 مغرب گفتند که این شرکت در شهر لشکرگاه مرکز هلمند آغاز به فعالیت کرده است. به گفته منابع، برای بیش از 200 تن زمینه کار به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت فراهم خواهد شد. مسئولان شرکت افزودند که آنان برای توسعه و تولید انواع داروها در آینده برنامه‌های عملی در دست دارند. حدود 2 هفته پیش نیز یک مرکز صحی در مرکز ولایت اروزگان آغاز به فعالیت کرده بود. هلمند و اروزگان از جمله ولایت‌هایی هستند که با کمبود امکانات صحی مواجهند. ملاله یوسفزایی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زن، میگوید که در دیدار با کلودیا شاین، رئیس جمهور مکزیکو، درباره حق آموزش دختران افغانستان گفتگو کرده است. یوسفزایی روز جمعه 4 مغرب در برگه ایکس خود نوشته است که زنان افغانستان زیر سیستم تبعیض جنسیتی زندگی میکنند. به گفته او، مکزیکو در سازمان ملل تلاش میکند تا آپارتاید جنسیتی را به عنوان جرم علیه بشریت در قوانین بین‌المللی به رسمیت بشناسد. فعال حقوق زن افزود که امیدوار است مکزیکو تلاش های خود را برای حمایت از زنان با آموزش ادامه دهد. جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که در یک حمله بر طالبان در ولایت کابل 3 عضو استخبارات این گروه را کشته است. جبهه مقاومت در خبرنامه مدعی شده که این حمله را پنجشنبه شب 3 عقرب در ساحه ایستگاه نانوایی کارت نو از مربوطات حوزه 6 شهر کابل انجام داده است. پیش از این منابع از وقوع انفجار در حوزه یاد شده بر روزنامه 8 صبح خبر داده بودند. طالبان در این باره چیزی نگفتند. در این همین حال جبهه آزادی افغانستان شب گذشته مسئولیت یک حمله بر طالبان در ولایت فاریاب را بر عهده گرفت که در آن مدعی کشتن 2 جنگجوی این گروه شده است. حملات جبهه ضد طالبان در روزهای اخیر افزایش یافته است. منابع محلی از خودکشی یک دختر 20 ساله در مربوطات شهر کابل خبر دادند. منابع روز جمعه 4 مغرب به هزار آورد تایید کردند که این رویداد در مکروین سوم شهرک عمر گلستان رخ داده است. به گفته منابع، این دختر 20 ساله داشت خود را از طبقه 10 یک آپارتمان پایین انداخته است. تا کنون انگیزه خودکشی این دختر مشخص نشده است. طالبان هم هنوز در این مورد ابراز نظری نکردند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، موارد خودکشی در میان دختران جوان در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. دلیل بیشتر این خودکشی‌ها محدودیت‌های طالبان، ناامیدی نسبت به آینده، فقر، بیکاری و مشکلات خانواده و روانی عنوان می‌شود. خلیله علی، همسر محمد علی کلی، قهرمان مشت‌زنی جهان، به همراه یک هیئت برای ساخت استادیوم ورزشی وارد کابل شده است. او روز پنجشنبه 3 مغرب به هدف ساخت استادیوم ورزشی زیر نام پیروزی و ایجاد انجمن ورزشی به نام محمد علی کلی به افغانستان آمده است. خلیله علی پیش از این نیز 2 بار به افغانستان سفر کرده بود تا از ورزشکاران افغان حمایت کند. او بارها از سیاست‌های طالبان در برابر زنان انتقاد کرده و ممنوعیت آموزش بر دختران را خلاف شریعت اسلامی عنوان کرده است. این سفر در حال انجام می شود که مبارزات آزاد به دلیل سیاست های سخت گیرانه طالبان ممنوع شده است. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که 10 سرباز پاکستانی در پی حمله جنگجویان تی تی پی در ایالت خیبر پختونخوا این کشور کشته شدند. رویترز روز جمعه 25 اکتبر به نقل از منابع خود گزارش داده که این حمله روز گذشته بر پاسگاه‌های امنیتی نیروهای پاکستانی در منطقه دیره اسماعیل خان انجام شده است. علی امین خان گندپور،
وزیر ارشد خیبر پختونخوا این حمله را تایید کرده، اما درباره تلفات اطلاعات ارائه نکرده است. تی تی پی با انتشار اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که این اقدام در انتقام از کشته شدن استاد قریشی، یکی از رهبران این گروه، به دست نیروهای پاکستانی صورت گرفته است. دولت پاکستان بارها تاکید کرده که تی تی پی در افغانستان فعالیت دارد و از حمایت طالبان افغان برخوردار است، اما طالبان این ادعا را رد کردند. تشکر از توجه شما تا این ساعت. تا درود دیگر، بدرود.